باز در مورد فوردو من دیدم که امروز اسوسییتد پرس عنوان کرده، حالا باز نقل به مضمون، با توجه به اینکه تأسیسات فعال ایران، تأسیسات فعال هسته‌ای در ایران دیگه فقط سایت نتنز خواهد بود، پس به نوعی حالا دیگه ما البته نیات اونها رو میدونیم ولی به هر ترتیب خودش میتونه محل سوال باشه. عنوان کرده که پس اگر قرار باشه یک روزی حمله به تأسیسات اتمی ایران اتفاق بیفته برای ما ساده خواهد بود، چون میدونیم دیگه مثلا فوردو تعطیل شده. از طرفی این میتونه، حالا با تعابیری، میتونه آسیب پذیری امنیتی ما رو در تأسیسات هسته‌ای به نوعی بالاخره بهش خدشه. بالاخره وقتی شما این در مذاکرات لحاظ شده، وقتی به شما 1000 سانتریفیوژ در فوردو دارین، یعنی فوردو تو در فوردو قرار قراره فقط 1000 ماشین سانتریفیوژ باقی بمونه، دو آبشارش میچرخن. خیلی ممنون آقای رسایی، متشکرم. فقط میچرخه این دو آبشار، یعنی غنی سازی نمیکنه. خب اگر قراره که این به چرخ غنی سازی نکنه به چه درد میخوره؟ آقای ظریف دیشب تو تلویزیون میگن هنوز هیچ چیز توافق نشده، هیچ چیز الزام آور نیست. خب برادر من، این جشن و سرورتون برای چیه؟ چرا ملت سر کار میذارید؟ اگه هیچ چیز الزام آور نیست، چه پیروزی، چه تبریکی؟ دولت خودش داره به خودش تبریک میگه، آقای ظریف با آقای روحانی تبریک میگه، آقای روحانی با آقای ظریف تبریک میگه. پس اگر این پیروزی بزرگه، چرا مسئولین دیگه چیزی نمیگن؟ اگه این پیروزی بزرگه، چرا بقیه چیزی نمیگن؟ اینطور نیست. عرصه نوین بالندگی هسته‌ای و بالندگی فناوری خواهیم شد. یعنی اونی که رئیس جمهور گفتن که باید سانتریفیوژ به چرخد، ولی چرخ زندگی مردم، چرخ اقتصاد کشور، چرخ صنعت کشور هم به چرخد، انشالله همون تحقق پیدا خواهد کرد. به دعای امام زمان، به دعای مردم و به حول قوه الهی.